با نام خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 8 جوزای سال 1402 هجری خورشیدی است. در نخست سرخط مهمترین خبر، استقبال کابل از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه. رئیس الوزرای امارات اسلامی بر تداوم دوستی و برادری دو کشور تاکید کرده است. هیچ کس شکست نخورده است. همه 85 میلیون نفر برنده شدند. اما از آنجا که مردمم بار دیگر به من اعتماد کرده و مرا انتخاب کردند، سپاسگزارم. تعیینات تازه در رهبری وزارت مالیه. رهبر امارات اسلامی محمد ناصر آخوند را به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین کرد. تغییرات و تبدیلی اشخاص و افراد در نظام یک امر عادی می باشد. این هم جزء امر یک پروسیجر حکومتی می هست و به خاطر بهبود این وظایف با لزومی طرح تحریم 50 ساله ایران در اوکراین. ولادیمیر زلنسکی طرح را برای تحریم 50 ساله ایران و پارلمان این کشور ارائه کرده است. و بازدید هزاران تن از نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات. در این نمایشگاه شرکت ها قراردادهای تازه را با سرمایه گذاران دیگر ولایات امضا کردند. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. پیروزی رجب طیب اردوغان در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه با استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. امارات اسلامی این پیروزی را برای اردوغان تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که ترکیه با توجه به نقش مهمی که در امنیت و ثبات منطقه دارد، تلاش مثمر برای بهبود وضعیت و نیز جایگاه مسلمانان در سطح جهان انجام دهد. رئیسان جمهور آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و ناتو پیروزی اردوغان را در انتخابات برای و تبریک گفتند. رجب طیب اردوغان برای یک دور 5 ساله دیگر رهبری ترکیه را به دست گرفت. اردوغان با بیش از 52% آرا در دومین دور انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. اردوغان پس از اعلام نتایج در جمع انبوهی از هوادارانش حضور یافت و وعده داد برای ترکیه سخت کار خواهد کرد. رحمتی مندرسین. هیچ کس شکست نخورده است. همه 85 میلیون نفر برنده شدند. اما از آنجا که مردمم بار دیگر به من اعتماد کرده و مرا انتخاب کردند، سپاسگزارم. وقت آن است دور هم متحد شویم. من از هیچ کس آزرده نیستم. وقت آن است تا در محور اهداف ملی و رویاهای ملی ما با کنار گذاشتن همه اختلاف ها متحد شویم. از تک تک افراد ملتم که ما را شایسته مسئولیت اداری کشور دانستند تشکر می کنم. کمال قالج در اوغلو، رقیب اردوغان در انتخابات، از روند انتخابات اعتراض دارد و ادعا می کند که اردوغان با استفاده از امکانات دولتی انتخابات را برنده شده است. ریاست الوزرای امارات اسلامی پیروزی اردوغان در انتخابات را به او تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده، از آنجا که ترکیه یک کشور مهم در منطقه است، نقش خود را در تامین امنیت و ثبات بهتر منطقه و خدمت به اسلام انجام دهد. از الله متعال آرزو دارم که برای کشور ترکیه که اهمیت ویژه در منطقه و جهان دارد، قوت، ثبات و فرصت خدمت بیشتر بدین نصیب گرداند. برادری و دوستی ملت‌های افغانستان و ترکیه مستدام باد. هرچند ترکیه مانند سایر کشورها امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک دیپلماتیک و نیز همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان دارد و همچنان در 22 ماه گذشته میلیون‌ها دلار به افغانستان کمک کرده است. امارت اسلامی نیز خواهان بهبود همکاری‌های اقتصادی و تجارتی ترکیه با افغانستان است و نیز از این کشور خواسته است در افغانستان در بخش‌های صنعت، تجارت و استخراج معادن سرمایه‌گذاری کند. ما اگر با کشور ترکیه روابط خوب دیپلماتیک، تجارتی و اقتصادی داشته باشیم، این به نفع هر دو ملت است. و ما خواهانی از این هستیم که کشور ترکیه نقش اساسی و مهم را در عرصه با ثبات ساختن روابط و تقویت شدن روابط و با مساعدت به مردم افغانستان و همکاری با امارت اسلامی و مردم افغانستان هنوزم گام های عملی و ملموس را بردارند.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا پیروزی اردوغان در انتخابات را به او تبریک گفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز از برنده شدن اردوغان در انتخابات ابراز خرسندی کرده است. مایل هستم که من حیث متحدین ناتو روی مسائل دو جانبه و مشکلات مشترک جهانی با هم یک جا کار کنیم. اتحاد اروپا و ناتو نیز پیروزی دوباره اردوغان را برایش تبریک گفته و افزودند که چشم براه کار مشترک با ترکیه و آماده شدن برای نشست سران ناتو در ماه جولای هستند. مقام های ایران و امارات اسلامی از بهره کاهش تنش های سرحدی مذاکرات را با هم دیگر انجام دادند. تهران و کابل گفتند که آرامش کامل در سرحدات برگشته و متحد شدند، چون این درگیری ها در آینده هرگز رخ ندهد. امارات اسلامی گفته است که افغانستان خواستار جنگ با هیچ همسایه خود نیست و خواهان داشتن روابط دوستانه با ایران است. وزیر داخله ایران نیز درگیری های اخیر را کم اهمیت خوانده و گفته است دروازه سرحدی پل ابریشم نیز بازگشایی شده و مبادلات اقتصادی میان دو کشور از سر گرفته شده است. لحن آشتی جویانه مقام های ایرانی و امارت اسلامی پس از درگیری نیروهای مرزی دو کشور. مقام های ایرانی و امارت اسلامی از بهره کاهش تنش های سرحدی مذاکرات را با همدیگر انجام دادند. تهران و کابل گفتند آرامش در سرحد برگشته و دو طرف متعهد شدند، چون این درگیری های در آینده هرگز رخ ندهند. امارات اسلامی گفته است افغانستان خواستار جنگ با هیچ همسایه خود نیست و خواهان داشتن روابط دوستانه با ایران است. امارات اسلامی از معاول در مورد هر مسئله ای که اتفاق میفته باورمند بر مذاکره و مفاهمه است. پس این یک اپشن بسیار خوب است. ما خواهانی از این هستیم که تمام مواردی که وجود داره و نگرانی از داشته باشیم یا هر طرفی که داشته باشه، تنها مذاکره و مفاهمه است که باید در موردش بررسی صورت بگیره. وزیر داخله ایران نیز درگیری دیروز را کم اهمیت خوانده و گفته است دروازه سرحدی پل ابریشم نیز بازگشایی شده و مبادلات اقتصادی میان دو کشور اثر گرفته شده است. درگیری مختصری بود، برطرف شد و مذاکرات هم صورت گرفت با طرف طالبانی. الان مشکلی نداریم و مرز بازه و مرز آرومه و مرز هم برای تردد الان باز. دو قماندان ارشد نظامی ایران هم تکرار هر نوع درگیری را در آینده به زیان دو کشور می دانند. مرزهای کاملا مراقبت انجام شده. الان اومدیم که هم یه خداوبتی بدیم و هم ببینیم که چه کارهایی رو طرفین انجام بدن که از این اتفاق ناگوار نیفته. رعایت حسن همجواری را می کنیم، ولی واقعا اگر جایی هم احساس بشه که طرف مقابل نمیخواد به مقررات تن بده، قطعا با برخورد دیگری مواجه خواهد شد. در این حال شمار از روحانیون اهل سنت ایران در سیستان و بلوچستان از لحن تند و هجار آمیز مقام های ایرانی به شمول رئیس جمهور این کشور در قبال افغانستان انتقاد میکنند و تکرار این گونه اظهارات تند را در آینده در قبال همسایگان به نفع ایران نمیدانند. ادبیات دیپلماتیک شما درست نبود. شما گفتید مفهوم اظهار نظر شما همین بود که این سخن من را جدی بگیرید، بعداً گلایه نکنید. این ادبیات درست نیست. چه پاسخی را شما گرفتید؟ چه پاسخی را گرفتید؟ سر این ملت را پایین آورده شما. با آنکه ایران روابط دیپلماتیک با امارات اسلامی دارد، اما تهران مانند سایر کشورهای منطقه و جهان تا حالا حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته است. هرچند دو کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و تجارتی در دو سال گذشته روابط قابل توجه با هم داشتند، اما این روابط در هفته‌های پسین بر سر حقابه دریای هلمند پرتنش بوده است. رهبر امارات اسلامی در یک فرمان تازه محمد ناصر آخوند را به حیث سرپرست وزارت مالیه تعیین کرده است. بر بنیاد فرمان رهبر امارات اسلامی همچنان عبدالقاهر ادریس معین پیشین وزارت انرژی و به حیث معین عواید و گمرکات و نیز عبدالقدیر احمد معاون پیشین بانک مرکزی به حیث معین امور مالی وزارت مالیه تعیین شده است. معاون سخنگوی امارات اسلامی هدف از این تعیینات را تلاش برای بهبود روند کاری ادارات میخواند و تاکید میکند که تغییرات و تبدیلی ها در کابینه ادامه خواهد داشت. بر بنیاد یک فرمان تازه رهبر امارت اسلامی، ملا محمد ناصر آخوند به حیث سرپرست وزارت مالیه
عبدالقاهر ادریس معین پیشین وزارت انرژی و آب به حیث معین عواید و گمرکات و عبدالقدیر احمد معاون پیشین بانک مرکزی به حیث معین امور مالی وزارت مالیه تعیین شدند. امارت اسلامی در حالی که تغییرات و تبدیلی را در حکومت یک امر عادی می‌داند، تأکید می‌کند که هدف از تعیینات تازه آوردن اصلاحات و بهبود در امور کاری اداره مربوطه می‌باشد. تغییرات و تبدیلی اشخاص و افراد در نظام یک امر عادی می‌باشد. این هم جزء امور یک پروسیجری حکومتی هست و به خاطر بهبود اون وظایف با لزوم دید رهبری امارت اسلامی هم چه تغییرات موجود می آید که ما در این عرصه به خاطر که کارها هنوزم اضافه تر رونق پیدا بکنه امیدواری از این هستیم که کار مثمر و خوب باشد. آگاهان هرچند تغییر و تبدیلی در کابینه را یک امر عادی می دانند، اما تأکید می کنند که باید در تعیین مقام های حکومتی شایسته سالاری در نظر گرفته شود و افراد مسلکی و کارفهم در ادارات حکومتی گماشته شوند. تغییرات و تبدیلات در کابینه حکومت و نصف افراد جدید در کابینه، افراد مسلکی و افرادی که بتانند کارکردهای قابل لمس و خوب در وزارت های مختلف حکومت داشته باشند، این مسئله میتونه که در قسمت ارائه خدمات دولتی به مردم مؤثریت خود داشته باشد. مصارف و عواید برخه چکم ده په مالی وزارت پورې اړه لري چې د ټولو وزارتونو بودیجه له دغه وزارت نه تصویب کیږي. بله، مهمه مسئله دغه ده چې د مالی وزارت کارکوونکي باید ډیر مسلکي وي، ځکه د ټولو سیستمونو نه استفاده کیږي. اما یو مسئله ته باید متوجه اوسو چې اکثر وخت یو کارکوونکی په اداره کې شکل له کاري محیط او ډول سره بلدی، هغه بیرته تبدیلیږي بل ادارې ته، چې دا بیا یو نوی کس راځي هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو که چیرې یو مسلکي او ژمن کس په یو بست کې مقرر وي، د هغه ځای دې نه تبدیلیږي، هغه برخه کې د لا امتیازات ورکړل شي. این در حال است که کابینه امارات اسلامی نزدیک به 2 سال می شود به گونه سرپرست باقی مانده و تا کنون تکمیل نشده است. امارات اسلامی اما تاکید می کند که هیچ سکتگی در امور کاری حکومت وجود ندارد و تلاش ها برای تکمیل شدن کابینه ادامه دارد. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. سنگ تهداب ساختمان یک باب مکتب در ولسوالی جغتوی ولایت میدانورده گذاشته شد. قرار است این مکتب 8 اتاقه در یک جریب زمین با هزینه شخصی مردم محل و افراد خیر ساخته شود. باشندگان این منطقه که تازه سنگ تهداب این مکتب را گذاشتن می گویند ساخت این مکتب که 4 ماه را در بر خواهد گرفت، در آینده 6 صنف درسی و 2 شعبه اداری خواهد داشت. آستین بالا زدن تا زمینه تعلیم و تربیه را در جای فراهم کنند که نور آفتاب دیگر بر سر کودکانشان نتابد. اینان باشندگان منطقه بیکموش ولسوالی جغتوی ولایت میدانوردک هستند. میگویند با هزینه شخصی میخواهند این مکتب ابتدایی را اعمار کنند. با گفته آنان مساحت این مکتب در یک جریب زمین است که در آن 6 صنف درسی، 2 شعبه اداری و 3 تشناب ساخته می شود. موږ اوس په شخصي ډول د مکتب شروع کړی دی. بودیجه یې د خارج د تمویل کیږي. د موږ کلیوالو چنده ورته چولې ده د مکتب په اساسي شکل چې شپږ صنف لري، 2 اداري اتاقونه لري او 3 غرفې تشنابونه دي. سره د 4 دیوالۍ په یو جریب مځکه کې د مځکه هم یوه کس یوه کلیوال مکتب. یک شمار دیگر باشندگان این منطقه هنگام گذاشتن سنگ تهداب این مکتب میگویند در سال 1390 خورشیدی در چارچوب رسمی حکومت ساخت این مکتب منظور شده بود که از ساخت آن تا کنون خبری نیست و شاگردان همچنان در زیر آفتاب درس هایشان را فرا میگیرند. بالاخره مو خپل د کلیوال خلق دا تور شو دا کوشش مو کو خپل خپلوانم په خارج کې په امریکا کې من ته دوستان دي وغو سم دا خبره شریکه کا وغو د یو مکتب د اسري مکتب جوړولو چې ښه اساسي او خوخ مکتب به جوړوي یوغو وعده یې سوکا چې یو مکتب ته جوړیوي چې شپږ تدریسي اتاقونه لري، یو اداره، یو طویلخانه او 3 غرفې تشنابونه او یو احاطه په دو باندې به دا مکتب مشمول وي او دا برته جوړیږي. دا که په هر څومره پیسو باندې جوړیږي هغه مقدار معلوم نه دی چې ښه اصري طریقه یې موږ جوړ کړو.
آگاهان هم به این باورند که هرگاه شهروندان کشور مانند مردم ولسوالی جغتو برای معارف کار کنند، نظام معارف کشور پیشرفت خوب خواهد کرد. یعنی دای دولتی برنامه نه پورت آورده و کتلسی. خلق ولسی دی مالکیت احساس و کشیده دی منگ مال ده. نوزما په نظر په پس مانده هیوادو کی او مخبروه ده هیوادو کی دغه پدیده چې څومره ولسی سوی ده ودای کرده ده. خلقو مکتبونه جوړ کړی دي اوس هم په افغانستان کې ډیرو خلکو ونډه اخیستې ده چې قابل قدر دي ډیر خلکو مکتبونه جوړ کړی دي دا خصوصي ونډه هم چې خصوصي پانتونونه دي خصوصي مکاتب دي کورسونه دي دا ټول کافی سم اخلي خو دي ډیره لویه ونډه ده د معرف په انکشاف کې او دي فکر په تولید کې. چهار ماه زمان ساخت این مکتب گفته می شود که جوانان خیر در بیرون از کشور نیز در پرداخت هزینه آن سهیمند. سیلاب های اخیر در غور خسارات هنگفته مالی را برای باشندگان این ولایت به بار آورده است. دفتر مطبوعاتی والی غور گفته است که هیئت مشترک از ادارات مختلف دولتی اخیراً به ولسوالی های تیبره و پسابند این ولایت رفتند که تمام خسارات ناشی از سیلاب ها را بررسی کردند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی غور آمده است که در نتیجه باران های شدید و سیلاب ها در این دو ولسوالی 5895 جریب زمین زراعتی، 105 حلقه چای آب آشامیدنی، چشمه و کاریز تخریب شدند. همچنان 74 باب دوکان به گونه قسمی و تعداد هم به گونه کامل تخریب گردیده است. در این خبرنامه آمده است که 32 خانه مسکونی قسمان تخریب گردیدند. در این میان همچنان 1942 اصل نهال مسمر و غیر مسمر از بین رفته است. 201 بند آبگردان کوچک، 14 پای پلچک و 559 ذخیره آب کوچک و کانال نیز تخریب شدند. این هیئت تمام نتایج بررسی های خود را با اداره محلی غور شریک ساخته است، اما هنوز کمک های کافی برای سیلاب زده ها نرسیده است. این هیئت از ادارات مختلف دولتی تشکیل شده بود که در مدت یک هفته تمام خسارات ناشی از سیلاب ها که به مردم ولسوالی های پسابند و تیبره رسیده بود را بررسی کرده است. دستگاه پیشرفته صحی امارای و ماشین اکسری در شفاخانه دولتی ولایت کندهار نصب و فعال شد. به گفته مسئولان در وزارت صحت عامه، این تجهیزات پیشرفته 45 میلیون افغانی هزینه برداشته و فعال شدن آن بخش از مشکلات مریضان در کندهار را حل خواهد کرد. مقام های محلی کندهار اما از دکتران می خواهند که صادقانه وظایفشان را انجام دهند. نبود تجهیزات پیشرفته صحی در شفاخانه های کشور یکی از مشکلات جدی نظام صحی محسوب می شود. اما اینجا در ولایت کندهار دو دستگاه پیشرفته صحی در شفاخانه دولتی این ولایت به ارزش 45 میلیون افغانی نصب و فعال شده است. مسئولان در وزارت صحت می گویند با نصب این دستگاه ها بخشی از مشکلات مریضان حل خواهد شد. در طول زون در پاره یوشتا زیاره یوشتا خوشخبری ده سنن مر الحمدلله د عینو مینه په شبخانه کې د اماره افتتاح کو سهغه د اسلامی امارت په داخلي بودجه باندې رانیول سوی د 30 میلیونو افغانیو په ارزش او داس ور سره 1500 ایم ایکسری سهغه د 15 میلیونو افغانیو په ارزش باندې رانیول سوی سډیر پر مختلف ایکسری او ډیره پرمختللې امارای ده. با گفته آقای صاحبزاده، ارائه خدمات صحی به همه مردم کشور در این شرایط دشوار است و آنان تلاش میکنند که مشکلات را در بخش صحت حل کنند. در خارج څونه مشکلات، د لارې مشکل، د ژبې مشکل، د ځای مشکل، د علاج مشکل، د پیسو مشکل. به داسې غریب چې نه پیسې لري، اول خو د علاج روپۍ نه لري. د کرایې روپۍ نه لري، دی تر شبخانې پورې راسي. د کرایې روپۍ پیدا کړي، بیا د علاج روپۍ نه لري. چې د علاج به پورو در باندې پیدا کړي، بیا په ژبه باندې نه پوهېږي، بیا د اوسېدلو ځای نه لري. یعنی څونه احتیاج و. مقام های محلی کندهار اما از دکتران می خواهند که صادقانه وظایفشان را انجام دهند. دکتر صاحب محترم که مشر تا ته مراجعه کوي، د الله په خاطر د خپل پلار په سترګه ورته وګوره، اعزاز یې وکړه، خدمت یې وکړه. او که کشر درته مراجعه کول، د الله په خاطر درته وایم، د خپل اولاد په صفت باندې، د خپل بچی په صفت باندې ورته وګوره او داسې اخلاص ورسره وکړه.
او دا ما په ډاکټر صاحبانو کې په ډیر ځایو کې دا اخلاص لیدلی دی، واقعا لیدلی مې دا ستاسو دپاره نه وایم، دا ما په بالمشاهده لیدلی وي. این در حال است که بر اساس آمار وزارت صحت عامه سالانه 500 میلیون دلار پول شهروندان کشور هزینه تداوی در بیرون از کشور می شود. باشندگان ولایت اروزگان میگویند مشکلات زیاد در این ولایت وجود دارد و حکومت باید توجه بیشتر به این ولایت جنگ زده داشته باشد. کمبود مراکز صحی، نبود مکاتب، خرابی سرکها و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی از مشکلات جدی باشندگان اروزگان خوانده می شود. با این حال اداره سرمیاشت یک کمیسیون را برای رسیدگی به مشکلات این ولایت ایجاد کرده است. اروزگان یکی از ولایت‌های محروم کشور، کمبود مراکز صحی، نبود مکاتب، خرابی جاده‌ها و عدم دسترسی به آب آشامیدنی صحی از مشکلات جدی باشندگان اروزگان خوانده می‌شود. مشکل در اروزگان ولایت عام ولس لیر او نزدیه په پروتو سیمو کې کده داخلي او کلیری واچت چوي ستاسو د سری میشتي د ټولو کارمندانو څخه او د ټولو مستنو څخه او زموږ د مستنو څخه موږ غوښتل چې د ابي اوز د شان یو زموږ ولایت اروزگان ډیر شاته پات ولایت دی، توجه نه د ورته سوي پہار دور کی دیر کڑی دلی دی، دیر جنگو سپلی دی، دیر وچکالی سپلی دی، توجه ندورت سویم. برای شناسایی و رسیدگی به مشکلات باشندگان این ولایت کمیسیون هم ساخته شده است. د دې لپاره جوړ شوی د سترو ستاسو د ولسوالیو او مرکز تفاهم او ملګري او دغه د سری میاشتې لپاره خدمت څنګه وکړو او په کوم لاره کولی شو نو هغه څنګه او برپای کو څنګه ترې مستحق تر شهیدانو تر زخمیانو او داسې ولایت لکه روزګان چې ده چې ټول غم ځپلي دي او ټول پیر ځپلي دي او ټول شل کاله ته حکومت تېر سوی ده او شل کاله نه ډېرې ویجاړې سوي دي. با این حال رئیس عمومی اداره سرمیاشت که به ولایت اروزگان رفته است میگوید تلاش میکنند تا توجه نهادهای داخلی و خارجی را از بهر کمک به ولایت اروزگان جلب کنند. بده ورسیده که با هم کندیان چه آقا واقعا محتاج دید آقا با تاس مزده کنید من با کوشش که چه توم نشه پیدا کنیش آقا دیده ورسیده زکر آقا امانت دید دې باندې د خلک په سره خبره کوو چې زموږ خلک اړمن دي، یوازې په مرستو څه نه کېږي. راځي زموږ خلک ډېر کارګر دي، د کار زمینه ورته مساعده ده، یا ورته وړوکې دی ونو د تربیې وړه باغچه جوړه کوي، یا د مالدارۍ یو وړوکی فارم ورته جوړ کوي، یا د چرګانو فارم ورته جوړ کوي، یا ورته بندونه او ویالو صفایي وکوي. اروزگان یکی از ولایت‌های ناامن در 20 سال گذشته بود. حالا که امنیت در این ولایت تامین است، باشندگان آن می‌خواهند که پروژه‌های انکشافی عملی شود تا مردم از سهولت‌های زندگی مستفید شوند. ادامه خبرها پس از پلیس تخار. حال هم خبرهای اقتصادی. روند صادرات میوه تازه کشور به بازارهای جهانی آغاز شده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید که آنان تلاش میکنند تا برای میوه های تازه کشور بازاریابی کنند تا از این طریق بتوانند میوه تازه را به قیمت مناسب به بازارهای جهانی عرضه کنند. اتاق زراعت و مالداری میگوید که هرگاه مشکلات در بخش صدور ویزا از سوی کشورها به تاجران افغان حل شود، میتوانند محصولات بیشتر را صادر کنند. اینجا مرکز بسته‌بندی میوه تازه کشور است که ده ها تن در آن سرگرم بسته‌بندی زردلو و گیلاس هستند و این محصولات قرار است به بازارهای اروپایی صادر شود. ده زردلو خو اول شروع دن و البته اول شروع کیږي د بامیان ولایت څخه شروع کیږي د برفک منطقه څخه چې ډیر ښه زردلو لري او بسته‌بندیم چې دا د البته د اروپا په سطح ده. شماری از تاجران با توجه به تحریم های مالی که بر کشور وجود دارد میگویند که هرگاه برای میوه تازه کشور بازاریابی نشود، دهقان و تاجران آسیب جدی خواهند دید. 7 کیلو تربوز ما با 50 افغانی سودا میشه. 7 کیلو تربوز ما از فرات تا اینجا 40 افغانی کرایش است. 40 افغانی کرایش است، 50 افغانی ما اینجا میفروشیم. واقعا دهقان بسیار بیچاره. دهقان قدر مظلوم است چون یک
سابق یک مشکلات ما داشتیم که ما کوتا میخریدیم. فعلا ما آب هم بخرید است. آب نداریم، آب میخریم، اصلا مصرف خود نمیسازد. اتاق زراعت و مالداری میگوید که هرگاه مشکلات در بخش صدور ویزا از سوی کشورها به تاجران افغان حل شود، میتوانند محصولات بیشتری را صادر کنند. ما توانایی ازیر داریم که در بخش بسته‌بندی و در بخش سرطانه ها سرمایه‌گذاری شده که ما همی بسته‌بندی را به معیارات جهانی و اروپا تنظیم و اروپا و امریکا تنظیم کنیم و صادر کنیم. مگر بدبختانه که نسبت نبود کوریدور هوایی و سبسایدی از طرف وزارت زراعت ما غیر مستقیم ایرا به کشورهای هندوستان و پاکستان صادرات میکنیم، بعدن و تاجرای هندی و پاکستانی از ما خریداری میکنن و ایرا به اروپا صادرات میکنن. وزارت صنعت و تجارت اما میگوید که آنان تلاش میکنند تا میزان صادرات کشور امسال افزایش یابد و برای میوه تازه کشور هم در مارکت های منطقه‌ای و جهانی بازاریابی خواهند کرد. خوشبختانه ما تانستیم 20 تن فعلا گیلاس صادر بکنیم به قزاقستان و همچنان میوه تازه دیگه ما که گیلاس آلابالوس رسیده و تقریبا به زیر بسته‌بندی است که ما ایره به امارات متحده عربی و به قزاقستان صادر بکنیم. با باور آگاهان هر گام میوه تازه و دیگر محصولات افغانستان به گونه منظم به بازارهای منطقه و جهانی صادر شود، عواید ملی کشور افزایش خواهد یافت. از نمایشگاه پنج روزه تولیدات داخلی در هرات بیش از 20 هزار نفر بازدید کردند. اتاق صنایع و معدن این ولایت میگوید امسال این نمایشگاه بهتر برگزار شد و کارخانه‌داران قراردادهای تازه را با سرمایه‌گذاران و تاجران دیگر ولایت‌ها امضا کردند. همچنان در این نمایشگاه برای خیلی از شرکت کننده ها فرصت مناسب ایجاد شد تا نمایندگی های خود را در دیگر ولایت کشور باز کنند. برخی از شرکت کننده ها میگویند که نیاز است تا به خاطر معرفی تولیدات داخلی نمایشگاه های بیشتر برگزار شود و مردم به خاطر استفاده از اجناس داخلی تشویق شوند. کارخانه داران با ایجاد این غرفه ها تولیدات داخلی خود را به مدت 5 روز به دید عموم گذاشتند. امسال استقبال مردم از این نمایشگاه بهتر بوده است. اتاق صنایع و معدن هرات میگوید بیش از 20 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن کردند. بر علاوه این که غرفه داران فروشات خوب داشتند، اما توانستند که قراردادهای تازه با دیگر سرمایه داران امضا کنند. غرفه های بسیار خوب بود، امکانات بسیار خوب بود، مردم همه مراجعه کرده بودند. از هرات و سایر ولایات شرکت کرده بودم، اکثر قراردادها اوج صورت گرفته، دیگه نمایندگی های زیادی گرفتم، ولایت های سایر ولایت از شرکت هایی که تا فعلا نمایندگی نداشتم. کارخانه داران تولیدات خود را در 120 غرفه به نمایش گذاشته بودند. لبنیات، مواد غذایی، پلاستیک، دوا و لوازم خانه از اجناسی بود که امسال شرکت کننده ها به این نمایشگاه آورده بودند. استقبال مردم نسبت به سال گذشته گرمتر بوده و کارخانه داران را نسبت به آینده امیدوار ساخته است. اگر همیشه از این نمایشگاه برگزار شود و مردم بیان همین جنس تولیدات داخلی را ببینم، انشاءالله و رحمان که بتونیم ما جلو جنسی که از خارج میاد جلو از اون بگیریم که دیگه ما خود ما بریم روی به خود کفایی. بیشتر از مردم آگاهی از تولیدات داخلی ندارن و زمانی که همچین نمایشگاه برگزار میشه با آمدن از اینا و دیدن از اینا یکی خو از تولیدات داخلی خو آگاه میشن. شرکت کننده ها تاکید میکنند که این گونه نمایشگاه ها میتواند کالاهای داخلی را به مردم معرفی کند. بنابراین نیاز است تا نمایشگاه های بیشتر برگزار شود. آنها همچنان از حکومت میخواهند که از ورود اجناس مشابه جلوگیری کند. وزارت اقتصاد میتونه برنامه ریزی بکنه، برنامه بده برای سرمایه گذار و تاجر ما و وزارت تجارت بازاریابی بکنه. ما تقاضا داریم از اونا، خواهش داریم از مسئولین امارات، اگر میخواین که سرمایه ها از وطن فرار نکنه، بیاین سرمایه گذار و تاجر افغانستان، پیشور افغانستان، صنعتکار افغانستان رو حمایت بکنه. در حال حاضر شرک صنعتی هرات در بخش تولید لبنیات، نوشیدنی های غیر الکلی و برخ مواد غذایی به خود کفایی رسیده است. اما انتظار صنعتکاران این است تا مردم به خرید تولیدات داخلی تشویق شوند. نرخ ارزها. حال هم جمشید احمدی با چند خبر ورزشی.
رقابت های زیر 20 سال فوتبال مرکز آسیا با قهرمانی ازبکستان به پایان رسید. تیم ملی زیر 20 سال کشور با کسب یک پیروزی برابر ترکمنستان، یک تساوی برابر تاجیکستان و قبول دو شکست متوالی برابر ایران و ازبکستان از 4 مسابقه 4 امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده 4 به کارش در این مسابقات پایان داد. در مراسم پایانی رقابت ها جایزه بازی جوان مردانه به افغانستان تعلق گرفت. این در حالی است که در این مراسم اشرف حسن‌زاده به عنوان داور وسط و سید ننگیال ایسادات به عنوان کمک داور به خاطر قضاوت و حضور موفقانه در این مسابقات تقدیر شدند. رقابت های لیگ برتر فوتسال ولایت پروان که از اول ماه ثور سال روان میان 8 تیم برتر فوتسال مرکز و اولوسولی های این ولایت در 2 گروه 4 تیمی آغاز شده بود، در نهایت با قهرمانی تیم فوتسال شاهین جبل سراج به پایان رسید. این تیم در بازی نهایی مسابقات تیم قابان را در دیدار پرگل و نزدیک با نتیجه 6-5 شکست داد و به مقام قهرمانی مسابقات تکیه زد. در مراسم اختتامیه و انتخاب بهترین های این مسابقات، ادریس شکری بازیکن شاهین جبل سراج آقای گل مسابقات شناخته شد. عبدالغیور قاضی خانی کاپیتان شاهین بهترین بازی ساز مسابقات لقب گرفت. جایزه بهترین بازیکن فنی به عبدالبشیر احمدی از قابان داده شد. محمد نورالدین سعید خیلی از عقابان جایزه بهترین دروازه‌بان را به دست آورد و احمد شاکر رحیمی از شاهین جبل سراج به عنوان بهترین مربی این مسابقات انتخاب گردید. یک دوره رقابت‌های گروهی فوتبال در ولسوالی نادعلی هلمند آغاز گردید. رقابت‌های گروهی تحت نام آزادی بین 18 تیم ولسوالی مذکور در ورزشگاه مرکزی فوتبال ولسوالی نادعلی ولایت هلمند آغاز شده است. دیدار افتتاح این رقابت ها بین تیم های لوی باغ و جوانان آزاد برگزار شد که هیچ یک از دو تیم موفق به گلزنی نشدند و با نتیجه 0-0 به پایان رسید. این مسابقات که به منظور انتخاب بازیکنان تیم منتخب برگزار می شود به 6 گروه تقسیم شده و تا یک ماه آینده ادامه خواهد داشت. دومین دیدار این مسابقات بین تیم مرکزی لیسه و تیم سیدآباد برگزار می شود. هدف از این رقابت برای گزینش چهره های برتر عنوان گردیده است. تیم ملی تکواندو برای شرکت در مسابقات بین‌المللی عازم آذربایجان شد. تیم ملی تکواندو افغانستان پس از دیدار و ودا با الحاج مولایی عبدالودود حقانی برای شرکت در بازی‌های بین‌المللی تکواندو عازم آذربایجان شد. آقای حقانی رئیس کمیته ملی المپیک و ورزش در دیدار با تکواندوکاران از موافقت در این بازی‌ها ابراز امیدواری کرد و از آنان خواست تا نام افغانستان را در سراسر جهان گسترش دهند. وی با ابراز اطمینان از هر گونه همکاری احتمالی با این ورزشکاران افزایش داد. افغان‌ها نیز مانند دیگر کشورهای جهان حق بازی در کشورهای خارجی را دارند. بازی‌های بین‌المللی تکواندو از 15 ماه ثور در باکو پایتخت آذربایجان آغاز شده است و ورزشکاران تکواندو از 3 کشور از جمله افغانستان تا 13 جوزا این رقابت‌ها ادامه خواهند داشت. در این مسابقات 8 ورزشکار، 1 مربی، 1 کمک مربی و رئیس فدراسیون تکواندو کشور حضور دارند. فدراسیون ملی تکواندو میگوید 3 تکواندوکار در اولین روز پس از تمرین در ایران به آذربایجان رسیدند. هالند برنده کفش طلای لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. ارلینگ هالند مهاجم تیم فوتبال منچستر سیتی در اولین فصل حضورش در لیگ برتر فوتبال انگلستان با درخشش فوق‌العاده‌ای که داشت چندین جایزه را کسب کرد. این بازیکن 22 ساله یک شنبه شب 28 می با 36 گل زده برنده کفش طلای فصل 2022 و 2023 لیگ برتر انگلستان شناخته شد. او همچنان روز گذشته به عنوان بهترین بازیکن و جوان‌ترین بازیکن فصل لیگ جزیره انتخاب شد و تنها به بازیکن مبدل شد که در یک فصل هر دو جایزه را کسب می کند. این بازیکن در 35 دیدار 36 گل به ثمر رسانده که تاکنون در تاریخ این لیگ هیچ بازیکن در یک فصل این تعداد گل به ثمر نرسانده است. حالا همچنان با 12 گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا قرار دارد و در کنار این بهترین گلزن اروپا نیز است. او در این فصل از تمام رقابت‌ها تاکنون 53 گل به ثمر رسانده و هنوز 2 دیدار دیگر نیز باقی مانده است. دیدار نهایی جام حذفی در برابر منچستر یونایتد و دیدار نهایی لیگ قهرمانان اروپا در برابر تیم اینتر میلان دو دیداری است که با گلزنی در این دیدارها این بازیکن می‌تواند به ارقام گل‌هایش اضافه کند. حالا فصل گذشته از تیم فوتبال دورتموند به منچستر سیتی پیوست.
نادال پس از 17 سال در این رقابت‌ها حضور ندارد. رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه پس از 17 سال بدون حضور رافائل نادال، قهرمان فصل گذشته و پر افتخارترین تنیس باز رقابت‌های رولان گاروس آغاز شد. این رقابت‌ها دیروز در فرانسه در 4 بخش تکی و گروهی میان تنیس بازان زن و مرد آغاز شده است. رافائل نادال به دلیل مصدومیت پس از 17 سال حضور در این رقابت‌ها حضور ندارد. نادال پس از زمان رقابت‌های آزاد استرالیا با آسیب دیدگی لگن دست و پنجه نرم می‌کند. او از سال 2005 در این رقابت‌ها حضور داشت و با 14 بار قهرمانی یکی از پر افتخارترین تنیس بازان در این رقابت ها است. این بازیکن در اوایل ماه جاری اعلام کرد که از تنیس حرفه‌ای کنار می رود. رقابت های تنیس اوپن فرانسه هم مثلا در 4 بخش تکی و گروهی میان تنیس بازان زن و مرد برگزار می شود. امسال قرار است تنیس بازان از تاریخ 28 ماه می تا 11 جون برای به دست آوردن جام قهرمانی این رقابت ها مبارزه کنند. وضعیت هوا. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. در یک ماه گذشته بیش از 100 تن به اتهام جرایم جنایی در مرکز و ولسوالی های ولایت تخار بازداشت شدند. مسئولان در قماندانی امنیت این ولایت می گویند که از این میان 6 تن به اتهام فعالیت های ضد امنیت و باقی به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت این ولایت نیز می گویند که در یک ماه گذشته بیش از 7000 جریب زمین را از وجود کوکنار پاکسازی کردند. پلیس تخار در یک نشست خبری به رسانه ها از کاهش جرم های جنایی نسبت به گذشته خبر داده. میگویند در یک ماه گذشته بیش از 100 تن را به اتهام فعالیت های ضد امنیتی و جرایم جنایی بازداشت کردند. په مجموع کې چې کومه گرفتاری شوی ده په ټولن تقریبا 111 گرفتاری شوی ده. تخار ولایت کې په دغه زرد یو میاشت کې د شوال ته ذوالقعده میاشت پورې دوه گرفتاری موږ لرو. مدیر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیت تخار میگوید یک ماه بیشتر می شود که تخریب مزارع کوکنار را در مرکز و چند ولسوالی شروع کردند. به گفته او در این مدت 7500 جریب زمین کوکنار را تخریب کردند و برنامه دارند 10000 جریب زمین دیگر را نیز تخریب نمایند. در مجموع ما به تعداد در حدود 7500 جریب زمین همراه آیت نظامی مرکز و پرسنل مدیریت مواد مخدر و اوزاهای ششگانه به طبق هدایت جناب قماندان سیب و همکاریشان که البته بیشتر هم همکاری از زیاد بوده ما در حدود 7500 جریب زمین تخریب و محو کردیم. اما باشندگان تخار با آنکه از بهبود وضع امنیتی نسبت به گذشته خوشبین هستند میگویند گشت و گذار افراد در شهر باصلا آنان را نگران ساخته است و از حکومت میخواهند که نگذارند کسی بدون یونیفرم در شهر گشت و گذار کند. جرایم جنایی در تخار نسبتاً خوب است. شاید ما واقعیت نیستیم اما اصلا افرادی که با استفاده از نام امارت اسلامی استفاده میکنند و اونا باید جلوگیری شود. در ضمن میخواهیم که امنیت را بیشتر تامین بدن تا مردم بتوانند که برآورده زندگی بکنند. این وضعیت امنیتی نسبت به 6 ماه پیش حال در تخار بهبود یافته. مقامات امنیتی مخصوصا فرماندهی پلیس هر ماه کنفرانس های مطبوعاتی میگیرند و از دستاوردشان به مردم و رسانه ها خبر میدهند و در یک ماه گذشته هم نزدیک به 100 یا بیشتر از 100 نفر به اتهام انجام جرم های مختلف در تخار بازداشت کرده که یک نوع دستاورد است. مسئولان امنیتی تخار میگویند برنامه های گسترده تر به خاطر بهبود وضع امنیتی روی دست گرفتند و از مردم میخواهند در تامین امنیت با نیروهای امنیتی همکاری نمایند. از توجه و همراهیتان به مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خدا.